بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان: جزئیات انفجار در مراسم فاتحه طالبان و تلفات سنگین طالبان. بازداشت ده ها مهاجر افغانستانی در اسلام آباد پاکستان. حادثه ترافیکی در زابل: دست کم 40 تن کشته و زخمی شد. و در ادامه این گزارش، نگرانی آمریکا از کاشت و تجارت تریاک در خاک افغانستان. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. وقوع انفجار در مراسم فاتحه خانی معاون پیشین والی طالبان در بدخشان. منابع محلی در بدخشان میگویند که یک انفجار در مراسم فاتحه خانی نثار احمد احمدی معاون والی طالبان که درست پیش در انفجار کشته شده بود رخ داده است. با گفته منابع، این انفجار حوالی ساعت 10:40 پیش از چاشت روز پنجشنبه 18 جوزا در مسجد نبوی در ساحه شهر نو فیض‌آباد رخ داده است. معیزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، وقوع انفجار را تایید می کند. منابع در بدخشان می گویند که در انفجار روز پنجشنبه 14 نفر به شمول صفی الله صمیم، یک از فرماندهان ارشد طالبان، کشته شده و بیشتر از 50 نفر زخمی شدند. مسئولان محلی طالبان تاکنون این آمار را تایید نکرده است. در این مسجد گفته می شود که مراسم فاتحه خوانی برای نثار احمد احمدی، معاون پیشین والی طالبان در بدخشان، که درست پیش در انفجار موتور بم گذاری شده کشته شد، در حال برگزاری بود. یک منبع در شفاخانه ولایتی بدخشان میگوید که در این انفجار به غیر نظامیان و نیروهای طالبان تلفات سنگین وارد شده است. دست کم دو منبع معتبر از جمله یک منبع امنیتی از میان طالبان تایید میکنند که صفی الله صمیم، فرمانده پیشین امنیت طالبان برای بغلان، در جمع کشته شده ها میباشد. همچنین به گفته منابع، عبدالبصیر خالد، یک از فرماندهان جهادی سابق و برادرش و همچنین حاجی اکرم، از بزرگان قومی بدخشان نیز در این انفجار کشته شدند. با این حال، معیزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، وقوع انفجار و تلفات ناشی از این انفجار را تایید می کند، اما آمار ارائه نمی کند. با این حال، در انفجار درست پیش در مرکز بدخشان، معاون والی طالبان با یک نفر دیگر کشته شده و 6 نفر دیگر زخم برداشتند. این انفجار یک حمله انتحاری بوده و مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته بود. و در ادامه این گزارش، بازداشت ده ها مهاجر اهل افغانستان در اسلام آباد، پلیس میگوید که افراد را در بدل پول رها می کند. منابع از میان مهاجرین افغانستان در شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان، میگویند که پلیس این کشور در کمتر از یک هفته اخیر ده ها مهاجر افغانستان را بازداشت و زندانی کردند. منابع روز چهارشنبه 17 جوزا به روزنامه اطلاعات گفته است که پلیس اسلام آباد شهروندان مهاجر افغانستان را در مکانهای مختلف متوقف و از آنها اسناد قانونی اقامت می خواهند. به گفته این منابع، پلیس پاکستان برای بازداشت مهاجران اهل افغانستان حتی به محل سکونت آنها نیز هجوم برده و مردان و زنان را بازداشت می کنند. یک از این منابع گفته است که بیشتر افرادی در معرض خطر بازداشت شده قرار دارند که اسناد قانونی برای اقامت به شمول ویزا ندارند و یا تاریخ اعتبار ویزای آنها گذشتند. یکی دیگر از منابع گفتند که دولت پاکستان می خواهد که از مهاجرین افغانستانی به عنوان اهرم فشار در برابر سازمان ملل و کشورهای مهاجرپذیر استفاده کند. با گفته این منبع، پلیس پاکستان نیز از مهاجرین استفاده کرده و با بازداشت مهاجرین بدون مدرک، آنها را بایومتریک و دوباره در بدل پول رها می کند. این منبع توضیح داده است که پلیس پاکستان حتی مهاجرین دارای ویزا و اسناد قانونی را به بهانه های مختلف برای چندین ساعت متوقف می کند. طبق اظهارات این منبع، بیشتر افرادی که در روزهای گذشته توسط پلیس اسلام آباد بازداشت شدند بدون مدرک هستند، اما از سوی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کار دریافت کرده و به عنوان مهاجر به رسمیت شناخته شده است. با این حال، سفارت افغانستان در اسلام آباد که از سوی دیپلماتان طالبان اداره می شود، موضوع بازداشت مهاجرین افغانستان از سوی پلیس پاکستان را تایید کرده است. این سفارت امروز در توییترش نوشته است که روند بازداشت مهاجران افغانستان ادامه دارد و پلیس ضد تروریسم اسلام آباد تاکنون نزدیک به 250 نفر را بازداشت کرده است. و در ادامه این گزارش، حادثه ترافیکی خونین در زابل جان 9 نفر را گرفته و 31 نفر را زخمی کرده است. در پی تصادف یک بس مسافربری با یک موتور باربری در شهر قلات، مرکز ولایت زابل، 9 نفر جان باخته و 31 نفر دیگر زخمی شده است.
این حادثه امروز در منطقه پلسنگی شهر قلات در مسیر شاهراه کابل قندهار رخ داده است. نظیر احمد حریفال سرطبیب شفاخانه ولایت زابل گفته است که یک موتر مسافربری نوع 580 متعلق به شرکت مسافربری احمد شاه ابدالی با یک موتر مازدا تصادف کرده است. با گفته حریفال در این حادثه 9 نفر به شمول زنان و مردان جان باخته و 31 نفر دیگر زخمی شده است. او افزوده است که زخمیان در شفاخانه ولایتی تحت مراقبت هستند. حریفال درباره وضعیت زخمیان چیزی نگفته است. باید افزود که مسئولان محلی طالبان در زابل درباره دلیل وقوع این حادثات چیزی بر رسانه‌ها نگفته است. طی 24 ساعت گذشته این دومین حادثه ترافیکی مرگبار در افغانستان است که به ثبت می‌رسد. دیروز در پی واژگونی یک موتر نو فلان کوچ در ولسوالی سیاد سرپل در شمال کشور 24 نفر از جمله 8 کودک و 12 زن جان باختند. باید افزود که حادثه های ترافیکی در کنار ناامنی سالانه تلفات سنگینی از شهروندان افغانستان می‌گیرد. بی احتیاطی رانندگان، خرابی و کم عرض بودن جاده ها و مراعات نشدن اصول رانندگی از دلایل اصلی وقوع حادثه ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. و در دامین گزارش آمریکا گزارش ها درباره کاهش چشمگیر کشت تریاک در افغانستان را معتبر دانست. توماس فیس نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گزارش ها درباره کاهش چشمگیر کشت تریاک زیر حاکمیت طالبان را معتبر و مهم دانسته است. او بامداد روز پنجشنبه 18 جوزا در تویترش نوشته است که منابع کشورهای منطقه و فرامنطقه در افغانستان آری از مواد مخدر است. او همچنان گفته است که گزارش ها مبنی بر کاهش چشمگیر تولید تریاک به سبب تطبیق پالیسی های طالبان در سال جاری معتبر و مهم است. هر کشور در منطقه و فرامنطقه منافع مشترک در افغانستان آری از مواد مخدر دارد. یک نهاد ارائه دهنده معلومات جغرافیایی مستقر در بریتانیا موسوم به آلیسیس گفته است که تصاویر ماهواره نشان می‌دهد که کشت تریاک در افغانستان کاهش بی‌سابقه داشته است. این نهاد افزوده است که با تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای دریافته است که طالبان موفقانه کشت تریاک در ولایت هلمند را بیشتر از 99% کاهش داده است. این نهاد که خودش را شرکت پیشرو تجزیه و تحلیل جغرافیایی می‌داند می‌گوید که تحقیقات و تحلیل‌های جدید این کشور و یک محقق امور افغانستان به نام دیوید منسن نشان می‌دهد که کشت تریاک در جنوب افغانستان نسبت به سال‌های گذشته 80% کاهش یافته است. باید افزود که در دو دهه گذشته افغانستان همواره بزرگترین مرکز تولید و قاچاق مواد مخدر در جهان دانسته می‌شد. طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را از سیاست‌های اصلی خود اعلام کرده است. رهبر طالبان در 14 حمل سال گذشته خورشیدی با صدور فرمان اعلام کرد که کشت، تولید، خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان ممنوع است و با متخلفان بر اساس شریعت اسلامی برخورد خواهد شد. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد مهمترین خبرهای امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با هم به اشتراک بگذارید. تشکر از این که تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.